سلام. برنامه دیگر انسانیت و ایرانیت همچنان در حضور آقای فرهنگ قاسمی، مدیر تلویزیون رنگین کمان و این سو مجری برنامه تلویزیون ایران فردا که به اتفاق از این چند هفته گذشته متوجه شده اید، بدون چالش در انتقاد از آن دیگری بلکه در رسیدن و درک مسائل هفته به اتفاق مسائل رو مرور میکنیم. آقای قاسمی، من میخوام همزمان با سلام کردن به شما یک اعتراف کوتاهی را هم داشته باشم برای اینکه بدونیم این هفته و در این برنامه چه خواهیم کرد. من روز سه‌شنبه با آگاهی به دیدگاه‌ها و تفکر سیاسی و از اون مهمتر کارنامه گذشته شما و مرحوم پدرتون به شما پیشنهاد کردم که بیاییم این هفته به دلیل اهمیت از نظر من و شاید نه برای همه به پیام شاهزاده رضا پهلوی بپردازیم و خوب و بد تفکرات یا هر دیدگاهی رو در ارتباط با این بیانیه به تبادل نظر بگذاریم و شما خیلی خوشحال و به قول معروف استقبال کننده، نه الزاماً از خود پیام بلکه از طرح موضوع، و در نتیجه می‌خواستم هم تشکر بکنم و همین توضیح رو به بینندگان داده باشم که نه شما مخالف و موافقین نه من مخالف و موافق، اگرچه در پرانتز موافق من سنگینی بیشتری رو به دوش میگیرم و میپذیرم و امیدوارم در همین ارتباط با هم صحبت کنیم. بله، البته وقتی شما پیشنهاد کردید یادتون باشه من یه مقدار تردید داشتم، بعد که با هم صحبت کردیم گفتم که خب چرا که نه، این کارو بکنیم و کار خوبی خواهد بود و قصد ما هم در اینجا نه من نه شما خراب کردن افراد نیست، بلکه فکر میکنم هر دوی ما هدفمون خدمت به ملت ایرانه و هر کسی که در این زمینه گامی برداره به هر حال قابل تقدیر. اجازه میدین با یک سوال خیلی مستقیم شروع کنم. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی این پیام رو باید میداد یا نه؟ من اینو پیام ایشون رو گوش کردم. نه، برای اینکه در این پیام هیچ چیزی شما پیدا نمی کنید. این پیام در واقع ایشون چی میگن؟ ایشون میگن پیمان نوین، و شما نگاه میکنید در این چیزی که تحت عنوان پیمان نوین مطرح هست باید یک چیزهای نوینی وجود داشته باشه، باید یک پیام مشخصی وجود داشته باشه، باید این پیام یک هدف مشخصی رو دنبال بکنه. برای شما نبود؟ نه هدف نه برای من تکرار مکررات بود، چیزهایی رو که مردم میدونن. باید اشاره به یک، وقتی گفتیم هدف، باید اشاره به یک نیروی مشخصی بکنه برای اینکه بتونه برای این هدف گام برداره. باید راجع به ابزار مشخص صحبت بکنه. باید در این پیام اون چیزی که در سیاست‌های خارجی یا در فرانسه بیشتر بهش میگیم یک نوع پدگوژی وجود داشته باشه، یک نوع آموزش وجود داشته باشه برای احکام یا اصولی که ایشون مطرح کردن. یعنی نقش ایشون این است؟ فکر کنید نقش ایشون اینه؟ باید دقیقا سر صحبت همین قضیه، ایشون چون نقش خودشون رو مشخص نمی کنند بنابراین نمی تونن به همه این چیزا به عنوان یک پروژه بپردازن. ایشون در صحبتهای خودشون، البته شما منو کشوندید مستقیما به بطن قضیه، ولی من میخواستم قبلا یک چیزی بگم که الان اونو اینجا عرض میکنم. ببینید، من شخصا میدونید که جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک هستم و اعتقادی به پادشاهی در ایران ندارم، ولی کسانی که طرفدار پادشاهی در ایران هستن براشون احترام قائلم و از حقوقشون تا هر جایی که بتونم در هر شرایطی
از حقوق و آزادی و بیان اونها و اندیشه اونها طرفداری میکنم، ولی به خودم اجازه میدم جمهوری رو تبلیغ بکنم و به خودم اجازه میدم با اونها وارد بحث انتقادی بشم. برای همینه که این موضوع رو قبول کردم که با این راجع به این صحبت بکنم. ببینید صحبت ایشون در پیامی که میدن میگن یک پیمان نوینه و ما دنبال این نوین، من شخصا دنبال این نوین گشتم، چون راستش بخواید وقتی که شما به من زنگ زدید با هم صحبت کردیم در دفعه اول یه بار همینطوری شنیده بودم رفته بودم، بعد خب طبیعتا یک مسئولیتی رو قبول کردیم، باید بیشتر گوش میکردم، بیشتر توجه میکردم بهش و بیشتر توجه کردم و یک سری مسائلی به نظرم اومد که بخشی از اونها مثبته ولی بخشی از اونها مثبت نیست. در این پیام در واقع دو سرفصل بزرگ داره. یکی یک سری اصولی که ایشون بیان میکنه، او اصلایی است که مردم یا میخوان، یعنی مثلا دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، یه سری اصولیه که ایشون بیان میکنه. در یک بخش دوم یک سری خطاب میکنه، یک سری احکامی به یه شکلی صادر میکنه، یعنی میگه که شما این کار رو باید بکنید، شما این کار رو باید بکنید و خطاب به مردم یک سری چیزها رو میگه. ولی یک چیزی که بسیار مهمه به نظر من، یک آدم سیاسی که ایشون یک آدم سیاسیه، ولی متاسفانه وقتی من صحبت‌های ایشونو با صحبت‌های محمد رضا شاه پهلوی در بعضی از صحبت‌هاش مقایسه می‌کردم، متاسفانه خیلی پایینه، در صورتی که در سنی که ایشون داشته و سخنرانی‌های شاه رو وقتی در جاهای مختلف شما می‌بینید یک ارزشی داره، یک چیزهایی توش هست که ارزنده است. در پیام ایشون یک سری تکرار و مکرراته. اجازه میدید آقای قاسمی من تا همینجا به قول معروف موازی با هم حرکت بکنیم؟ بله خواهش میکنم. عرض کنم که من البته بیشتر به فیسبوک تکیه خواهم کرد، چون تنها راهی است که از دیدگاه‌های مختلف هموطنانمون با خبر بشیم. وقتی که این نظرات رو میخوندم به خودم میگفتم چطور مثلا حسن در شیراز، حسین در اصفهان، نمیدونم بیژن در آبادان حق داره اظهار نظر بکنه، ولی شاهزاده رضا پهلوی که به نوعی دست کم به عنوان وظیفه تاریخی، برای اینکه لغت شاهزاده، صفت شناسنامه شاهزاده، میراث و وظیفه‌ای رو برای ایشون میذاره، حرف نزنه. حالا نمیخوام به تحلیلگرای سیاسی و تلویزیون ها اینا بپردازم، به عنوان یک فرد. مسئله دوم اینه که ایشون باید همگان بپذیرند که ایشون رو به این وظیفه تاریخی درست یا غلط قبول دارن یا نه. ایشون که نمیتونه سوار تانک بشه و بیاد جلو. به قول خودش یک بار شنیدم در یک از این مصاحبه‌های تلویزیونی ایشون رو با رضا شاه مقایسه میکردن. ایشون میگفت که رضا شاه در ایران بوده، من در بیرون ایرانم. ایشون 90 سال پیش بوده، من الانم. پادشاه 40 سال پیش فوت کرده. 37 سال تجربه و دیدار و شخصیت ها و مملکت داری، 5 بار ترور جانی رو تجربه کرده، همه اینا رو شخصیت آدم اثر میگذاره، نوع زندگی فرق میکنه. من فکر نمی کنم شاهزاده شاه فرید در 37 سال سلطنتش با اتومبیلش رفت مکدونالد و نشست و ساندویچ خورد، ولی شاهزاده رضا پهلوی این کارو میکنه. دو شخصیت کاملا متضاده. اما اینا حالا بحثایی است که اگر 24 ساعت داشته باشیم میتونیم با هم صحبت کنیم. من به خودم میپرسیدم کسی که امروز با این بیانیه مخالفه، یعنی میگه من ترجیح میدم نوید افکاری ها اعدام بشن، وقتی صحبت آلترناتیو، حرف بسیار زیبایی که مسیح علی نژاد میزنه، شما وقتی میگن آلترناتیو نیست، شما یک سوی ترازو آقای خامنه ای رو دارید، در اون سوی ترازو
چه فرد و فکر و شخصیتی رو نمیگم موفق بشه، اقلا اجازه میدید حضور داشته باشه. یک ناشناس امروز ایران رو هر جا فریاد بزنه 100 نفر 1,000,000 یه تعداد معدود میشنون. شاهزاده رضا پهلوی به خاطر اسمش، به خاطر نمیدونم هزار یک بردار، نه به عنوان پارتی بازی، شناخته شده تره. اجازه بدیم او برود خواسته ما رو بگوید. او که نمیره برای سلطنت تبلیغ کنه، او داره برای براندازی، و این براندازی من و شما اجازه داریم بگیم، ولی ایشون نداره. پرحرفی کردم، ببخشید. نه خواهش میکنم، طبیعتا حق ایشونه که این کارو بکنه. حتی من معتقدم که حق ایشون بوده که بیشتر این کارو بکنه و این کارو نکرده. ایشون کاری که در از گذشته، و بهش هم حق میدم که چرا نکرده. ببینید، جوون 13-14 ساله‌ای بوده که مثل خیلی از جوانای دیگه، مثل خیلی از خانواده های دیگه، آواره میشه، میاد به خارج. حالا امکانات بیشتری داشته، ما اینا رو مقایسه نمی کنیم، ولی بعدن ازش یک خواستی، یک میخوان، یک عده جمع میشن و میگن تو چون شاهزاده بودی بنابراین باید در آینده این مملکت رو اداره بکنی. و این کسانی که دور ایشون جمع شدن و اینو خواستند متوجه نبودند که از چه کسی چه چیزی رو میخوان. و ایشون در این دوره اگر واقعا یک خصوصیات سیاسی قوی داشت، باید هیچ وقت تعطیل نمیکرد، کارشو کم نمیکرد. یاد کامبوج، سیانوک شما بیفتید، ببینید که در اون دوره‌ای که کمونیست‌ها گرفتن تا این بتونه برگرده، الان شما از اون آدمایی هستید که این یادتونه. چقدر این فعالیت کرد، در تمام جاهایی که میتونست حرکت کرد و مرتب حاضر، مرتب آماده بود و مرتب کار کرد. هیچ وقت دست از کار کردن بر نداشت. منو ببخشید آقای قاسم، یک جمله فقط و قول به شما میدم، نه دو جمله. اون زمان دنیای غرب، دنیای آزاد علیه کمونیسم حرکت میکرد. هیچ وزیر و وکیلی از اتحادیه اروپا مرتب به کامبوج نمیرفت، ولی در این 41 سال شما نگاه کنید، سازمان مللی دارید که به رسمیت شناخته، سازمان مللی دارید که هر سال آقای احمدی نژاد میره اون تو حاله نور میبینه. شاهزاده رضا پهلوی در یک محدوده، و تازه خودش هم به اونطوری که من 10 سال ایشون رو ندیدم، ولی اونطوری که میبینن در مطالعاتی که شما هم همزمان میتونید ببینید، در یک حد قانونی، در یک چارچوب. همین امروز مخالفان در این 41 سال در همین حد معترضن که چرا ایشون دعوت کرده، فقط ما باید دعوت کنیم. چجوری توقع دارید؟ پرنس سیهانوک یک محبوب آزادی‌های غربی بود، شاهزاده پهلوی نیست. کامبوج نفت نداشت، کامبوج 15 تا 17 کشور همسایه دورش نبود، ایران داره. بله درسته که قابل مقایسه با سیهانوک نیست، ولی اقداماتی که ایشون در گذشته کرده، میدونید که یک سری اشتباهات و غلطهایی توش بوده. حتما. از جمله ببینید، یک کسی که پدرش و پدر بزرگش پادشاه بودن در اونجا، بعد وقتی مسئله جنبش مثلا 88 پیش میاد، از اون انتظار نمیشه داشت که یه دونه از این چیزهای سبز به دستش ببنده و بره توی تظاهرات شرکت بکنه، میتونه از تظاهرات دفاع بکنه، یا اقدامات دیگری که کرده، ققنوس و فلان و اینها. ایشون اگر واقعا به طور جدی میخواد مبارزه بکنه، به نظر من وضع خودشو باید مشخص بکنه، همونطور که در این
صحبت‌های خودش به ملت ایران خطاب به نخبگان ایران میگه جاتون رو مشخص کنید، کجا نشستید؟ آیا طرفدار نور و آزادی و روشنایی هستید یا طرفدار جمهوری اسلامی و نکبت و فساد و فلان؟ ببینید این روشن کردن جایی که آدم نشسته خیلی مهمه. فکر میکنید نکرده ایشون؟ در این صحبت ایشون باز میگه که من اصلا قدرت نمیخوام. این درست نیست. یک کسی که فعالیت سیاسی میگه من نمیخوام هیچ قدرتی داشته باشم، این درست نیست. یک کسی که فعالیت سیاسی میکنه اولا نگه جاش کجاست. ببینید من و شما با هم صحبت میکنیم، بارها در این صحبت هامون شما مشخص کردید که جاتون تمایلتون بیشتر در مثلا یک رژیم سلطنتیه. من مشخص کردم که تمایل من در یک رژیم جمهوری سوسیال دموکرات فلانه و اینطوریه که ما با هم میتونیم هم الان ببینید یک نوع قشنگ همسازی که من طرفدارش هستم همین کار ماست. بله. که ما داریم با هم داریم این همسازی رو میکنیم علی رغم این که با هم توافق نداریم. البته خیلی چیزا توافق داریم. بله. ولی سر انتخاب ببینید ایشون باید جاشو مشخص بکنه. به نظر من جای ایشون این است که من در کنار شما یا بیاین با هم کنار هم تا لحظه براندازی، از اونجا بعد خودتون تصمیم. نه ایشون در اینجا میگه انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست. درست؟ بله. ایشون مگه شما هست یا مگه من هستم؟ هیچ کس نیست. نه همین غلطه به نظر من. چرا؟ برای اینکه شما وقتی دارید کار سیاسی میکنید باید یک هدف داشته باشید. براندازی آخه براندازی به تنهایی کافی نیست. نه فردای براندازی ایشون اتفاقا منو ببخشید من وکیل مدافع. نه اتفاقا خوبه که صحبت بکنیم. ببینید فردای براندازی رو امروز میسازه. شما الان اگر تحلیله و نه قانون، این یک تحلیله. بله. یه عادت کردیم بی بی سی و ایر فرانس یه رهبر برامون آوردن، قرار نیست این دفعه هم همون باشه. نه من نمیگم رهبر برامون بیارن، من میگم باید ببینید یه کسی که میخواد در ایران تغییرات به وجود بیاره باید جلو بیفته بگه موضع من چیه. با ما اینو نداریم. نه ببینید بگه موضع من چیه. من معتقدم باید در ایران آینده به دلیل ایکس و ایگرگ و زد باید پادشاهی باشه و من حرکت میکنم برای پادشاهی، اما همه آزادی ها رو برای جمهوری خواهان و فلان. آخه این نیست جناب قاسمی. این باید رو نه تنها ایشان، پیغمبر خدا مگر فردا بیاد حق نداره به مردم ایران بگه. مردم ایران باید انتخاب کنن. نه این به نظر من این دروغه. من معتقدم که این عوام فریبیه. هر کسی برای این که ببینید هر کسی برای ایران یک ایدئالی داره، میگه از نظر من این مملکت به این شکل میتونه اداره بشه و رفاهیت و آسایش و خوشبختی مردم از این طریق انجام میشه و اینو باید به روشنی گفت. شما در اروپا ببینید یکی میاد میگه که به نظر من با سوسیالیسمه که میشه مثلا با همین سوسیالیست‌های اروپایی میگم ها، مثلا میشه این مملکت رو اینطوری کرد پیشرفته. یکی میگه که نه با سیستمی طرفدار دوگله، یا یکی میگه راست افراطیه، خانوم لوپن میگه که به این شکل میشه. اینها باید مشخص بشه که مردم بدونن دنبال چی میرن. اتفاقا مشخصه جناب قاسمی. ببینید شما امروز سازمان ملل ما عادت کردیم کجا تا قبل از تغییر حکومت به غیرت ایرانی عرق ملی ما اجازه میداد که سازمان ملل ما رو تحریم کنه، درباره سرنوشت ما
تصمیم و بدتر از اون تنبیه اتخاذ کنه. ما امروز ایستادیم در برابر یک ساختمانی که در آتشه. چینی ها اومدن، روسا اومدن، کیا اومدن، حالا بگیم فردا کاغذ دیواری و موکت بعد از خاموش شدن این آتش. ما امروز بگیم ما چی میخوایم. اول باید آتش جمهوری اسلامی رو خاموش کرد. نه ببینید، آتش اگر بگیم چی میخوایم، اشکال قضیه آزادی این... آزادی حداقل اشکال قضیه اینه، بختیار چرا شکست خورد؟ مدنی و امینی و مجاهدین و جریانات دیگری که بودن چرا شکست خوردن؟ چرا موفق نشدن؟ به خاطر اینکه گفتن همه رو بیایید با هم جمع بکنیم. نه، به نظر من همه رو با هم نمیشه جمع کرد. اونهایی که با برای براندازی، یعنی دیگران اپوزیسیون با براندازی مخالفه. نه، اجازه بدید من به اونجا میرسم. معذرت. وقتی هر کس جای خودش رو دونست، بعد این گروه ها میتونن با هم به یک توافقی روی یک اصولی، روی یک کنوانسیونی به یک توافقی برسن که در این توافق همه میدونن، هر کس میدونه جاش کجاست، و بعد با هم یک همسازی میکنن که در اون همسازی جمهوری اسلامی رو از بین میبرن، در اون همسازی دوران گذار رو راجبش فکر کردن، در اون همسازی راجب انتخابات صحبت میکنن و آزادی های بعدی صحبت میکنن. یعنی هر کس اگر جاش مشخص بشه، زودتر میتونیم ما با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید ما وارد یه بحث دیگر شدیم. بله ببخشید. آره وارد یه بحث دیگری شدیم. ولی به صحبت من این بود که ببینید این پیمان نوین طبیعتاً باید به شکل یک پروژه مطرح میشد که به نظر من اصلاً ارزش پروژه رو نداره. یک سری اصول رو میگه که آزادی خوبه، نمیدونم ملت ایران شما. اولاً دو سه جا ایشون البته بعیده که آدم جایی باید که از ملت استفاده بکنه از مردم استفاده بکنه. این دوتا با هم تفاوت دارن، چون ملت یک مشخصه حکومتی، تعریف حکومتی داره که با دولت با هم کنار میاد، و مردم توده مردم هستند، و این توده مردم رو میشه به هر شکلی درش آورد. این استفاده کلماتی که واردش نمیشم، یه جا فقط ایشون راجع به منافع ملی صحبت میکنه که این کافی نیست. یک آدم سیاستمدار نه تنها باید راجع به منافع ملی صحبت کنه، بلکه کنارش بلافاصله راجع به حقوق ملی هم صحبت بکنه، چون منافع ملی در ارتباطات بین المللی مطرحه، حقوق ملی همواره مطرحه، هم در داخل و هم در خارج. من شخصا به جای منافع ملی همیشه از حقوق ملی صحبت میکنم. یکی این قضیه است. یکی این که ببینید چه انگیزه‌ای در ایشون باعث شده امروز. جناب قاسمی من رو ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، در این لحظه فرشاد کارگردان برنامه میگه وقتمون متاسفانه رو به اتمامه. نمیدونم آیا سلام میدونید که برنامه هفته آینده رو هم به این موضوع اختصاص بدیم یا نه. در هر دو صورت بحث و نظر چیزی نیست که به یک روز و یک دقیقه خاتمه پیدا کنه. اجازه میخوام از خودتون سوال بکنم که چه فکر میکنید و چگونه میتونیم این کار رو به پایان ببریم. به نظر من راجع به این قضیه خیلی میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم کافی باشه. میتونیم راجعش فکر کنیم تا آینده. ولی یک چیزی رو میخوام بگم که ایشون در این صحبتاشون دو مسئله رو صحبت نکردن، یکی لایسیته و دیگری حقوق بشر.